بازداشت چندین تن به شمول شهردار نیلی و مسئول جنایی ولسواری پاتو از سوی گروه تا در ولایت دایکندی. سلام بر شما، اول فوریه 2022 میلادی و برابر با 12 دلوی 1400 هجری شمسی است. رادیو نسیم به قول ریاست کمیسیون تصفیه صفوف گروه تا در ولایت دایکندی از برکناری شهردار نیلی و زن اخاذی از مردم و علیگل هوتکی به جرم بودن در حکومت قبلی خبر داده است. عبیدالله فیضانی رئیس این کمیسیون گفته است که احمد خان تیموری شهردار نیلی با 4 تن از کارمندان نداره و زن جمع‌آوری پولهای غیرقانونی از دوکاکین و مارکتداران بازداشت شده بودند، اما شهردار پس از تحقیقات دوباره رها گردیده و از وظیفه منفک شده است. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف همچنان گفته است که علیگل هوتکی مسئول جنایی ولسوالی پاتو نیز بازداشت شده است و افزوده است که این فرد در حکومت پیشین مسئول 2 پاسگاه امنیتی در دایکندی بوده و حالا نیز به عنوان مسئول جنایی در ولسوالی پاتو مقرر شده بود که این موضوع خلاف پالیسی امارت این گروه و غیرقانونی است و به همین دلیل فرد مذکور بازداشت شده است. از جمع این افراد تنها احمد خان تیموری شهردار نیلی از بند رها شده است، ولی از وظیفه‌اش سبکدوش گردیده است. احمد خان تیموری از تمازان دایکندی است و چند سال قبل از سوی حکومت جمهوریت بازداشت و به مدت 3 سال در زندان بود. اما بعد از آمدن گلبدین حکمتیار به افغانستان و توافق او با اشرف غنی، احمد خان تیموری به خواست حکمتیار از بند رها شد، زیرا او در گذشته عضو حزب گلبدین حکمتیار بوده است. بودن احمد خان تیموری در زندان جمهوریت اما بعد آمدن امارت به یک امتیاز مبدل شد و او توانست که به عنوان شهردار نیلی مقرر شود. اینک اما از این وظیفه سبکدوش و افراد تحت امرش نیز بازداشت شدند. هرچند که احمد خان تیموری رها شده است، ولی افراد او به نامهای حنیف رؤوفی مدیر مالی، طالب حسین امیری مدیر املاک، قادر مبین مدیر عواید و محمد مظفری مدیر تکنیکی و سکتوری در بازداشت هستند. در همین حال البته رادیو نسیم هم از قول منابع غیررسمی گزارش کرده است که محمد مظفری نیز دوباره آزاد شده است. گفته می شود که شهردار نیلی و افرادش مبلغ 400,000 افغانی پولهای غیرقانونی را از مردم جمع آوری کردند. خودی او اما در گفتگو با برخی رسانه‌ها این مورد را رد کرده است.